در محیط های باغ و باغچه‌تون حتما سعی کنید از گل های معطر استفاده کنید. هر آنچه که میتونید گل معطر در باغاتون بکارید، در باغچه‌هاتون بکارید، اگر میخواهید که به میوه برسید، اگر میخواهید که درختاتون گردفشانی کامل بکنه. یکی از بزرگترین عواملی که درختای میوه باهاش مواجه هستن نبود گردفشانی اصولی روی اون. بزرگترین کاری که زنبورهای عسل و حشرات گردفشان انجام میدن همین مأموریت که مأموریت الهی در واقع اینها رو خداوند مأمور ساخته تا در روی زمین برای بقای طبیعت، برای بقای زیست اینها فعالیت کنند، کار کنند، هم برای بقای عمر خودشون تلاش شنو میکنند، هم در کناری که تلاش میکنند برای خودشون خب طبیعیه اصلی هم که تولید میکنن انسان ازش استفاده میکنن. یعنی خداوند تمام موجودات رو که خلق کرده، اهم از زنبور اصل و الباقی موجودات دیگه، از گوشت و پوست و مواد لبنی که از اینها تولید میشه و حتی مدفوع اونها برای حیات، برای بقای نسل بشری مهم و واجب و ضروریه. بنابراین ما باید از داشتن گلهای معطر برای اینکه درخت ها در زمان خودش بتونه گردفشانی مؤثر داشته باشه و مفید و به موقع حتما حتما استفاده کنیم. امروز هم ابری هوا هم بادیه، تعداد این زنبورها یادون باشه در زمانهای ابری و بادی از زنبورها کمتر میشه در باغات دید، ولیکن حتما حتما این عزیزان با آرامش هوا و کنار رفتن ابرها میان و اون مأموریتی رو که خداوند به گردنشون گذاشته ایفا میکنن. ولی مأموریت من و تو چیه؟ تنها سربریدن و خوردن این موجودات خوب یا استفاده از شهد و عسل اینها نیست. من و تو هم باید یک فضای به وجود بیاریم که این عزیزان در یک آرامش خوب به سر ببرن تا بتونیم برای اونها موادی رو که لازم دارن تهیه کنیم. تنها موادی که میشه برای اینها تهیه کرد گل و طبیعت سالم و یک زندگی آرامش بخش برای اینها. هر چقدر در فضایی که ما زندگی میکنیم، محیط هامون هر چقدر کمتر گل و گیاه داشته باشه، هر چقدر دود ماشین، ریزگرد، هوای آلوده بیشتر باشه، از وجود این عزیزان، از وجود این مأموران الهی ما بی نصیب خواهیم بود. پس محیط هامون رو تا اونجا که میتونیم سالم نگهداری کنیم، چون وجود اینها برای حفظ بقای تمام طبیعت یک ضرورت اجتناب ناپذیره. باید بپذیریم که ما همزیستی رو که در کنار این عزیزانمون داریم رو باید بپذیریم. فقط کارمون نباشه قتل عام و کشتار این طفلک ها، به هر بهونه سمپاشی نکنیم، ابزار سم رو به دست نگیریم در ساعتهایی که نباید این کارها بشه. بسیار بسیار مهم و حیاتی سمپاشی، ولی باید از سمومی استفاده بکنیم که نسل حشرات گردفشان رو نکنه. کافیه در هر باقی، در هر باغچه‌ای ما تعداد گل معطر بکاریم، اون وقت خواهید دید که تفاوت رشد میوه‌هاتون با الباقی باغاتی که از داشتن یک چنین فضایی محروم هستن چقدر متفاوت خواهد بود.
فاصله ها رعایت کنید، تو دل درخت ها نکارید با یه فاصله های محدود. خب خوشبختانه این گیاه ها از ریشه های خیلی عمیقی برخوردار نیستن، به درخت های میوه آسیب نمیزنن، ولی کن ما میتونیم با یک فاصله های معین این از درخت ها، این بوته های گل رو بکاریم، درخت های گل رو بکاریم، هم از دیدنشون لذت ببریم، هم وجودشون حشرات گردفشان که زنبور سردسته همین عزیزان هستش رو دعوت بکنه و بیاره به این سفره پربرکت باغاتتون و توسعه پیدا میکنه باغات. میوه ها خوشمزه تر، خوشطعم تر و حتما حتما ریزش بیشتر گل های درخت ها و نارس بودن میوه ها و نافرم بودن میوه ها یکی از عوامل همین گردفشانی نبودن یا گردفشانی ناقصه. فکر نکنیم با دادن کود شیمیایی و با سمپاشی ما میتونیم این موزر رو از بین ببریم. نه عزیزان، ما باید حتما حتما از داشتن ابزارالات و وسائل و موجودات ارگانیک و سالم استفاده بکنیم تا بتونیم یک محیط و باغ و باغچه خوب و پربرکت رو برای خودمون به وجود بیاریم.